به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. اجتماعی شدن توی بسترهای متفاوتی اتفاق میفته. ما انسانها نمیتونیم توی یک بستر واحد قوانین نانوشته اجتماع رو بیاموزیم، بلکه مجموعی از فرهنگ ها هستن که شخصیت اجتماعی ما رو شکل میدن. ما توی این مسابقه یاد میگیریم اجتماعی تر رفتار کنیم و روابطمون رو مدیریت کنیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدین. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. تیم مافیا شامل رئیس مافیا، مذاکره کننده و مافیای ساده است. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام او برای کارگاه همیشه منفیه. مافیای مذاکره کننده در طول بازی در صورتی که یکی از یارهاش از بازی خارج شده باشه میتونه یک بار به شهروند پیشنهاد بده که به تیم مافیا بپیونده. این مذاکره در صورتی موفق خواهد بود که پیشنهاد رو به شهروند ساده و یا زره‌پوش بده. در صورتی که مافیا پیشنهاد مذاکره بده، دیگه امکان استفاده از تیرش در اون شب رو نداره. در تیم شهروند پزشک، کارگاه، تکتیرانداز، خبرنگار، زره‌پوش و شهروند ساده حضور دارن. پزشک بازی بعد از شلیک مافیا در دو شب اول میتونه دو نفر رو نجات بده و در شبهای بعدی میتونه یک نفر رو نجات بده. کارگاه در شب میتونه استعلام مافیایی بودن یک بازیکن رو از راوی بگیره. تکتیرانداز هر شب بیدار میشه ولی فقط یک بار میتونه از تیرش استفاده کنه و باید مطمئن باشه کسی رو که مورد هدف قرار میده مافیا باشه، چون اگه به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه هیچ کسی از بازی خارج نمیشه. خبرنگار هم بعد از فرآیند مذاکره هر شب میتونه استعلام فردی رو بگیره که اگه این فرد به تیم مافیا پیوسته باشه راوی تایید میکنه. زره‌پوش بازی هم شهروندیه که شبها در مقابل تیر مافیا آسیب نمیبینه و در روز یک بار با بیشترین رأی از بازی خارج نمیشه. در صورت وقوع این اتفاق زره اثر خودش رو از دست میده و از اون به بعد برای مافیا قابل مذاکره نیست و در شب با تیر مافیا کشته میشه. سلام، خیلی خوش اومدین. خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستیم. آقایون داورا، عرض ادب و سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بینندگان عزیز، با یک رقابت دیگه از یک هشتم فصل ششم در خدمتتون هستیم. دوستان صحبت میکنن یک دور 15 ثانیه بدون چالش. شماره یک بفرمایید. سلام دوستان، ساجد رضایی هستم از بندر بوشهر. دوستان امروز دو چیز منو اذیت میکنه. یک، وجود رضا حسینی در این بازی و یک گارد بسته آقای سورونا. بچرخ. سلام بچه ها، فرید هستم. خوشحالم که تو جمعتونم. احساس خوبی دارم. من هدف مافیایی میزنم به آقای شماره 9، آقای شماره 7 و حمایت میکنم آقای شماره 5 رو. بعدی فرید قشنگ معلومه احساس خوبی. سلام، مهدی هستم. استان نظرت چیه شما؟ آقا دارم حرف میزنم. ببخش. من دارم با فرید حرف میزنم. فرید این حرکتش خیلی جذابه. نه؟ دیدین؟ بفرمایید آقای مهدی. آقای ساجد نظرت چیه؟ شما مافیایی؟ مهم نیست. آقای شماره 10 میتونه مافیا باشه، آقای شماره 8 میتونه مافیا باشه. دوست عزیز، شما میتونی خیلی مافیا باشی. بفرمایید. سلام، من کیهانم. خوشحالم با شما بازی میکنم. از نظر من آقای شماره 7 میتونه مافیایی بازی باشه به خاطر ریاکشنایی که داره و آقای شماره 2 با کمال احترام. عکس العمل به جای ریاکشن. ممنونم. بفرمایید. به نام خالق هستی بخش. سلام دوستان، مجیدم. خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. امیدوارم یه بازی جذاب و توی این محیط جذاب با هم داشته باشیم. حمایت میکنم آقای فریاد و آقای علیرضا رو. تارگت زن میزنم با آقای زن، درست دیگه؟ بله بله. با آقای ساجد و ماجد. بعدی. دوستان سلام، مبین هستم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. ببین مهدی جان، باید ببینیم فردا ساجد به سورنا اتهام میزنه یا نه. به این مجد از زن باید با بازی کرد با منم خوشحال بودی، چون نباشی شما هم مافیایی بازی. بچرخه دوست. بفرمایید. سلام، ماجد هستم از اهواز. ایشون میاد دست اول دو نفر رو کاور میکنه، بعد شما میگی ببین حمایت حمایت کنه، بعد شما پامیش بهش توضیح میدی. به شماره 3 هم همینطور، ایشون که مافیاست. شماره 5 مشکوک حرف میزنه. لطف کنید نظر بدید، ممنون میشم. 3 و 5 مافیا. سلام و عرض ادب، رضا هستم. ان شاءالله که همه بچهای بازی خوبی داشته باشن بجز ساجد. و بله، ببین شماره 3، شما الان خیلی عجیب داری بازی میکنی. یه تارگتی زده، منو مورد اتهام قرار میدی، ساجدم مورد اتهام قرار میدی. شماره 4 اصلا دقت نمیکنه به این کار شماره 3. بچرخه. یه لحظه اجازه بدید. آقا رضا، شما از اصفهان اومده بودین گویا. نمیگین که کمتر اتهام بخورین، درسته؟
بگین، معرفی کنین خودتون درست. میبرن سر. علیرضا بفرمایید. دوستان سلام، علیرضا هستم. آیه 3 یه اتهام میزنه به ایشون و به شماره 1. آیه شماره 1 زده بود به 3 به نفر آخر. شما مافیای بازی. بنده دقت میکنم. بنده هم سناریو صداقت بنده شهروند این بازی. آقای مجید من کاورشو میپذیرم. حمایت. حمایتش. سلام دوستان سوران، امیدوارم بازی خوب عادلانه‌ای در کنار هم داشته باشیم. دقیقاً نکته درستی گفتن. اولین نفر آقای ساجد به من زد، بعد شما بلند شدین هم آقای ساجد و با من گذاشتین داخل تیم. اصلا نمیشه. شماره 3 قطعاً مافیاست. شماره 6 به هر کی میگه مافیا توضیح میدی و دلیل میاری برای مافیا بودنش. شماره 6 هم میتونه مافیا بعدی باشه. متشکرم سوران. شما کجا اومدی؟ از گرگان. گرگان، بوشهر، اهواز، اصفهان. دیگه کیا از کدوم شهر اومدن؟ شما کجا اومدی آقای سینا؟ من اصالتاً نه از کجا اومدی؟ از ارومیه. از ارومیه اومدی. خیلی خوش اومدین عزیزم. واقعاً باعث افتخار گروه سازنده شهروند و مافیایی که ما از جای جای این کشور پهناور و زیبا شرکت کننده داریم. امیدوارم که شاید یک رقابت خوب باشیم. صحبت‌های دور معارفه رو شنیدیم آقایون. نظرتون راجع به دوستان چی؟ آقای صادقی با شما شروع می‌کنیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. خیلی خوشحالم دوستان میبینم. وسط کلامتون شما کجا تشریف آوردین؟ بنده از شاه عبدالعظیم با مترو اومدم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. قربون شما. به نام آن که جان را فکرت هامو خیلی خوش. شب زیبای پاییزیتون بخیر. امیدوارم یه بازی دور از غرور و تعصب رو داشته باشیم. مرسی. غرور از درور هم میشه البته. آره غرور از درور. آقای سینا بفرمایید. بله بس من به نام تو آغاز میکنم که خدایی. فکر میکنم که بازی جذابی باشه. دو تا چیزم اینجا من اذیت کنه، یکی جای کش ماسک همچنان اذیت کنه، یکی هم هزینه ایوب ذهاب بعدی. آقای نوید بفرمایید. سلام به همه، خوشحالم که از جای جای ایران تشریف آوردیم. من خودم هم از اصفهان اومدم. خوش اومدین آقای نوید. آره حالا که نبریدیم. آره حالا که به این ترتیب پیش رفت، منم امیدوارم که شما بتونید تشخیص بدین سره از ناسره رو. رو موفق باش. سلام دوستان، به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست، امیدوارم که بازی خیلی خوبی داشته باشین. خوشحالم که توی این مرحله میبینمتون. از سر تا سر ایران دور هم دیگه جمع شدین که یک رقابت جذاب به نمایش بذارین. لطفا پر انرژی و پر قدرت ادامه بدین. آقای نورایی شما از کجا اومدید؟ آقای این بازی امروزتونه دیگه، هر کدوم جمله یکی دیگر رو گفت. آقای پدرام هم که کلن جمله منو برداشت. آقای صادق نظرتون راجب یه چای تلخ چی بود؟ یه چای تلخ بهتر از یه تلخیه بیچایانه. من بگم از این به بعد اینو بفرمایید. اشکال نداره از نظر شما دوستان. من معذرت میخوام به خاطر وجود همچین داورای درجه یکی. امیدوارم که از فضای رقابت دور نشده باشین. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. مذاکره کننده مافیای ساده معرفی میکنم. رئیس مافیا، مذاکره کننده، مافیای ساده. 10 ثانیه فرصت مشورت. یکی از دوستان خیلی دلش نمیخواست تو مشورت حضور داشته باشه. گروه مافیا بخوابن. کارگاه بخوابه. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. زره پوش بخوابه. تکتیر انداز هم بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. با شرکت کننده ها بیشتر آشنا میشیم و مروری خواهیم داشت بر نقش هاشون. سریع برمیگردیم خدمتتون.
رو صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش شماره یک بفرمایید. چالش دوستان. خب کسی آقای مهدی، شما احتمالا مافیایی بازی هست. چرا دوست عزیز؟ الان دلیلشو برات میگم. خب شما رو طبق صحبتهای من شما باید نظر راجع به مافیا بودن و عدم مافیا بودن من نظر بدید. شما صحبتهای من آقای 10 مافیا کرده بودم و آقای 8 شمای رضا. شما هم اومدی منو مافیا کردی، هم شماره 10 هم شماره 8 و خارج از اون شما برای ترن معارفه نوبت معارف زیاد با صدای بلند و خشبین صحبت کردی. زن من شمایی و یک نفر گفت متشکرم. اگه به سرنا اتهام نزنه ما چالش هم مال جناب ماجد بفهم. این دوستان شما این حرفایی که آقا رضا دارید تکرار میکنی، یعنی شما هیچ نظری در مورد این آقا و اون شماره 6 و شماره 5 نداری. شماره 5 دست اول کار باش چش باز کردی، شما دست اول میاد دو نفر رو کار میکنه هیچ نظری حمایت میکنه حمایت میکنی، میای حرفای شماره 10 رو تکرار میکنی. این درست نشه سجاد، هنوز درستم چالش دادم. ببین آقای سورنا، شماره 10 شما حرفای آقای علیرضا رو تکرار کردی. در ادامه آقای شماره 3 یک حرفی زد، 6 نفر بعدش صحبت کردن. شما هیچ حرفی تو 6 نفر بعدی ندیدی، فقط آقای 3 رو دیدی. یعنی شما از قبل پس ذهنت آماده کرده بودی که یه حرفی رو فردا بزنی. برای من شما مشکوکی. آقای ماجد، آقای علیرضا، بنده به شما اتهام مافیایی زدم، چرا جواب منو نمیدین؟ بعدی برای شما آقای ماجد، شما به دوست عزیز الان گفتی مافیا. ببین بعد هوش هیجانی تو کنترل کنی. دوست عزیزمون گفت من حمایت ایشون رو قبول میکنم، شما تایید تا اینجا اومد جل. دوست عزیزمون یک مافیا. بچرخ دوست. اوکی. اسم و شماره رو حتما بگین دوستان. آقای سایه، شما اتهام به آقای شماره 10 و آقای شماره 8 دیگه نری. اوکی. من مافیاتونم، درسته؟ نمیشه که اینجای بازی. من به شما تا هدف میزنم، اتهام میزنم و به آقای شماره 8. اوکی. من باید یار ایشون باشم دیگه. یا یارو شما باشن بخوام یکیتون تو این رای گیری بندازم بیرون. نمیشه که الان شما به هم دیگه هیچ کاری ندید. الان میشه مافیاتون نمیشه. از این سه دوست قطعا مافیا در میاد. بچرخه. شما چرا خوش سر ایشون بازی کردی قشنگ؟ یعنی میخواهید وسط این تارگتا بیای کلتو بگیری؟ نمیشه. اتهاما. خب دوست عزیز، شما در هر صورت داریم گیا من مافیام یا ایشون، شما یارمونی. پس در هر صورت شما مافیایی. من بعد ایشون صحبت کردم. یعنی من از صحبت ایشون کاری گرفتم، نه ایشون. شما چقدر استرس دارید؟ آها، شما رسه قطعا مافیا بازی. خب آقای شماره 3، توضیحی که دادی از نظر من بیشتر مافیا شدی. هر چی بیشتر توضیح میدی مافیاتری. شما مافیایی بازی هستی از نظر من. آقای شماره 7 هم من روی زنی که بهشون زدم هستم و آقای سورنا یه مقدار هیجانش بالاست و این سه نفر من رأی میدم. خب دوستان، آقای ساجد، آقا رضا کجا رفت؟ چی شد؟ فریاد جان، امروز با سورنا بازی کن. من شما دو دوست با هم آشتی میدم. از سورنا بیا پایین. دوست عزیز، شما برای همه باید توضیح بدی. شما یه مافیا دیشب با آقای مبین چشم باز کردی، چطور بود؟ اینجوری. بعدی یا ابوالفضل، مجید جان کیا رو با هم آشتی دادی؟ چی میدونی؟ شما دیدی قبول نیست. آقای مجید هم مافیا بازی. ببین آقای ماجد مافیا، آقای مجید مافیا بازی. کیهان چرا دوتایی که همون میکوبن میکنی توی تیم؟ ساجد سر صحبت بهت گفت مافیایی، محکم میگفتی نه. یعنی خودت میدونی مافیایی؟ بمیگی نمیدونم. ببین اگر شهری صفر بازی کنه، من شهرم صفر بازی میکنم. ببین الان آقای مجید یک مافیا، آقای ماجد یک مافیا، سومیش هم ان شاءالله پیدا میکنه. چالش نداریم شهر آقا، باری کلا. ببین داداش، من پا میشم معارفه آقا رو میکوبم، ادامه میدم، چالش میگیرم آقا رو میکنم. تو پا میشی من آقا رو توی تیم میذاری؟ مبین داری چجور بازی میکنی؟ من نمیفهمم. یک ساجد، این ولی یه تیکش راست میگی ها. ببین این به تو گفت مافیا، تو بگو نه. یه لایک دیستاکش اینجوری نداریم. این مشکوکه آقا. 500 مافیاست آقای شماره 4. شما میگید همکنون رو همچنان رو ماجدن. تو دمان چیزی نگفتی. دور مافیا شماره پرت کردی. چالش برای شماره 6. چه جور بازی میکنم؟ چه بهم بگو مافیا میخوای منو بندازی بیرون؟ چه جوری بازی میکنی؟ چه دوستان، ایشون مافیا قطع بازی. ببین ایشون یه دونش در اومد. الان بگردین دنبال بعدیا. ببین دوستان، شما استدلالی که داری واسه شماره 4 میاری خودت انجام دادی. ببین میگه همچنان همونطور رو ساجد هستم. میفهمی چی میگم؟ ببین شماره 3 بازی، مخاطبتون کی آقای رضا؟ دارم اشاره میکنم بهش. شماره 3 بازی نمیتونی. عذرخواهی میکنم، اشارهتون رو ندیدم. قربان شما. شماره 3 بازی نمیتونی بگی که آقا 10 و ساجد داخل یه تیم هستن، که چجوری میذارشون داخل یه تیم؟ من اصلا متوجه بازیت نمیشم. بچرخ صحبت کنید. ببین دوستان، آقای شماره 5، شما با دادگاه اومدن مشکلی داری؟ شهروندی مشکلی نداری؟ خب شما گول خوردی. شهروند دادگاه خوردن، دادگاه اومدن میترسه. شما رو امروز دادگاه داریم. آقای شماره 3، شما مافیا تمام داری براش توضیح میدی.
ببینید دوستان، شماره سه بسیار مشکوکه بابت اون حرفی که زد. البته این تاییدم مشکوکه. ببین آیه کیهان دیگه اون تارگتی که باید میخورد، اتهامی که میخورد و دیگه نخورد. آیه کیهان میتونه مافیا باشه. آیه مجید اسمش زیاد اومد، شهروند. آیه فریاد رو میبینید؟ ببین فریاد هیچ چیز دیگه نداره واسه این بازی اضافه کنه. میگه من به فلانی و فلانی دیروز یه دونه اتهام زدم. چرا دیگه پشتش جوابشو نمیدید؟ چالش هم میدم به شما چون میخوام نرمش شما صحبت کنم. اول شما صحبت کنم. من صحبت کنم. اوکی. شما دوست عزیز، اگه بخوای اتهام بزنی باید بگی من دعوای شماره 6 دیگه، درسته؟ چون ایشون اومد از حرف شما یه استفاده ای کرد دقیقاً پشت حرف شما، به حرف من به من تکرار کرد، یعنی من اتک زد. اوکی، اینجا شما میشی مافیای من بفرمید. و همچنین ایشون و شماره 1 آقای ساجده بفرمایید. آقا ساجد، من این همه دارم به شما میگم مافیا، شما نمیخوای چیزی به من بگی؟ شماره 7 شما در مورد مافیا بودن همه صحبت کردی، به شماره 3 دلیل شماره 3 رو نگفتی اصلا. اگر شماره 3 مافیا باشه قطعا شما یارشین و ساید شما و محیط شماره 3 و 1 با هم قطعا متفاوته، چون شماره 1 اولین نفر زد به شماره 3. امروز فقط نمیدونم شماره 3. متشکرم. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای بودن یا نبودن ساجد. فریاد بیستید لطفاً. مهدی، کیهان، مجید، مبین، ماجد، رضا، علی رضا، سورنا. من ترم یک بازی نوبتی. روز یک نوبت یک بازی به آقای شماره 1 و آقای شماره 10 و 8 که اتهامای شما بودن اتک زدم، یعنی هم اتهام زدم و این مثلث رو ایجاد کردم. شب شد، روز شد و این مثلث به هم دیگه کاری نداشتن، همه به من اتک زدن، اتهام زدن کل شهر. این نشون میده این مثلثی که اینجا من پیدا کردم حداقل دور هستش مافیا میتونه باشه که این قدرت رو داره و هیچ کدوم از اینا بالا نمیان و من بالا میام. اینجا از بین آقای شماره 1، آقای شماره 10 و آقای شماره 8 میتونه مافیا پیدا شه. متشکرم. من 5 تا رأی میارم برای اینکه به دوست قویمون آقای شماره 6 ضربه میزنم، اتهام میزنم و شماره 5. شما و شما میا یه لپی از من میکشی بری رأی به من میدید. ببین خیلی واضحه که این آقا جای سفتی نشسته. دو تا مسئله. اولا که شما دروغ وارد بازی کردین، گفتین که شما میگید همچنان ساز. ببین من دست اول نوبت اول گفتم تنها نمیگم، به هیچ عنوان واسه من دست بالا نمیره و خواهش میکنم شماره 6 و شماره 5 حتما اسنایپر یکی یک دو کنه، اسنایپر تک‌تیرانداز بزن. دو عزیز بیستید، شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای مهدی، ماجد. ماجد سابقه دار به حساب میای، بفهمید بشینید. مهدی کلام آخر. کلام آخر. شهری که خودشو به خواب زده هیچ وقت بیدار نمیشه. و اینکه مافیا یه خانواده است بچه‌ها. همیشه اینو در نظر داشته باشید. تو خانواده همیشه باید هم دیگر حمایت کن. هم. متشکرم ازت. پشت صحنه همراه باش. من. شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خوابی دارشن. ده ثانیه فرصت مشورت. اعلام کنه رئیس مافیا. قرار مذاکره اتفاق بیفته. اعلام کنید. گروه مافیا بخوابن. دست همه عزیزان به صورت مشت جلو.
دستی که لمس میشه از فردا با گروه مافیا بیدار خواهد شد. دستا رو بندازین لطفاً. کارگاه کارگاه بخوابه. تک تیر انداز. تک تیر انداز بخوابه. پزش پزش بخوابه. خبرنگار خبرنگار بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. عجب شبی بود. خداحافظی میکنیم با شماره 5. مجید خسته نباشی، ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. چرا شب اول مجبوری این شب اول بزنی؟ آره اشتباه کردم. خب میدونی یه مقدار رأی تأخیری داد و مشکوک بازی کرد، دیگه گفتم مذاکره هم شده بزنیم یکم کمک بیشتر کنیم که بدتر شد. خب تو روز اول تو به این شناخت 100% رسیده بودی که بزنیش؟ دیگه پنج سوسو بودم روش، بین اونو شماره 2 گفتشون شهر بودن. آره اشتباه کردم. اصلا بیدار نشد شهر، اما سه جزد در اون فرمین آفیس راست خوابی اصلا بیدار نشد. روزه یکی مذاکره رو فروغ بعدی که بوده مذاکره با ما هم تو بشه باشه مذاکره 7 ساجر اونو میخواستم. اون مذاکره هم شکست خورد. درخواست اعلام وضعیت نبود، رأی نمیاره. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش از شماره 10. چالش هم میدم به شماره 2. ناکن دوست، از دیروز 2 نفر آوردیم داخل دفاع، همه رأی دادن یه مافیا رفته بیرون، یعنی اون یکی دیگه که اومده از اون مهمتر بوده. پس شما رفت، شما قطعا میشی مافیا بازی. حالا شما باید اعتماد کنی. شما رو 4 برای چی درخواست اعلام وضعیت میکنی؟ اون آقا اگه تکتیر انداز بود درست زد، میگفتن تبریک به این شهر که عجب تکتیر اندازی داره. پس قطعا تکتیر انداز بوده، اشتباه زده. شماره 4 هم میتونه مافیا بازی باشه که گفتن یار فروشی داره اتفاق میفته. متشکرم. شماره 7 چالششون رو صحبت کنم. اون 4 نفری که رأی دادن اگه یار فروشی کردن چه جونشون، اگر نه باید بین ماها پیدا کنی. بین من، آقای علیرضا، آقای کیهان بهش رأی نداد و آقای ماجد هم که تو رأی آقا شما بهش رأی دادین. رای دادین بین من، آقای ماجد و آقای علیرضا، ببینم آقای مبین بهشون رای دادن یا نه. پس بین ما سه تا حتما باید پیدا کنیم. کارگاه بین ما 3 نفر باید استعلام بگیره. بعدی صحبت کنیم. من صحبت کنم. ببین دوستان، شما که احتمالاً مافیایی بودی که ارزشت بیشتر بود و تو بازی موندی، و چیزی که منو اذیت میکنه شما به آقای 10 رای دادی، بعد رای خروجتو به کسی دادی که اتهام مستقیم آقای 10 بوده. احتمال آقای شماره 3 که رفت بیرون از شما شاکی بوده. شما در هر صورت نباید، حتی اگر مذاکره کنندم دوستان تو بازیه، شما به اون یکی مافیا رأی نده. دوست من ببینید دوستان، بنده احساس می‌کنم شماره 4 مافیای بازیه که تحت فشار بود. بنده خدا چیز کرد. این دوست عزیزمون هم شما چه شهروندی هستی که با یه مافیا میای، مافیا میره بیرون، شما میشینی سر جاتون. اون دوست عزیزمون اگه بخوایم مافیا بخونیمش که مافیا بودش، شماره 1 رو داشت اتهام می‌زد، این دوستمون اتهام می‌زد این دوست. پس این 3 دوستو فعلا شهروند می‌گیریم. آقای فریاد بین من، بله بین شما بودست. آره ببین ساجه، دیگه بشین پشت فرمون، انشالله که مذاکره نشدی. ببین فعلا ایشون رأی داده، فعلا که ایشون رأی داده. فعلا آقا میخواین صحبت کنین مافیای دوم راجبی صحبت کنین، ایشونه
شماره 3 مافیا سوم میتونه باشه، ولی فعلا فقط باید راجع بهشون صحبت بشه. چه جور دو تا مافیا میان تو دفاع، دو تا بازیکن میان تو دفاع، یکیشون شهر باشه رأی نیاره؟ مگه میشه؟ بهت شرخ آی فریاد، شما مشکلی دارید؟ شما رأی ندادی، بنده رأی ندادم، اون آقا هم رأی نداد. چرا اسم اون آقا رو نمیاری؟ فقط اسم منو میاری. آی فریاد با اون آقا میتونه یار باشه. اون دوست عزیزمون که داشت میرفت بیرون شاکی بود از یار فروشی، متوجهید؟ چالش دارم. ببین دوست من، آی شماره 9 من احساس میکنم شما داری تبر میزنی، شماره 10 موج را میندازی، شما تاییدش میکنی. این دو تا موافق همراهی آقا. ببین اصلا ربطی نداره برادر من، دست بر رای داد رای نداد، یار فروخ یار فروخ. اصلا این چه سناریو داری میچینی؟ نخیر، شما من و این آقا به هیچ اون اونایی که فروختن مشخصه. ببین من نمیدونم، من دست اول وقتی یکی میاد بالا با 5 تا رای، من دومی 6 تا رای میام بالا، بعد تازه ببین چقدر فاجعه است. پا میش چالش میدی؟ چالش برای شما صحبت. ببین چقدر فاجعه است، پا میشی میگه که خب تو حتما رای. ببین من دست اول دو نفر با 5 تا رای میام بالا، دو تا با هم میشستی، من رای دو بهش ندادم، مگه نه مافیا بود؟ من بهش رای دو ندادم، بازم بازی برگره رای دو نمیدم. دو نفر دست اول با 6 تا رای میام بالا، بعد شما دو تا مافیا آوردین بالا، چه حرفی؟ آقا دوست عزیز، شما تو دفاعیه بودی، رأی دو ندادم چیه؟ چیکار داری میکنی؟ دوست عزیز شماره 3 رفته میتونه مافیا باشه؟ بعد شما الان منو فریاد شدیم مافیا؟ الان یه لپ ایشونو کشیدی بعد میگی مبین و فریاد مافیا بازیه؟ دوست عزیز که یار فروشی شاکی بود حس میکنم شما فروختیش. دوست عزیز ببین ایشون امروز میاد بالا، ببین شهر به اعتماد میکنه دیگه، ببین بازی باید اعتماد کنیم به هم دیگه شهر. بفرمایید. باشه. شماره 8. ببین شما اگه شهر بازی بودی، شماره 7 بازی، اگه شهر بودی این لحظه از بازی که مافیا رفته بیرون تو صورتش بودی، من ساجد و شماره 10 بازی، نمیومدی بگی بین این دوتا مافیا نشسته. اگه شهر بودی میگفتی آقا من اشتباه رفتم، بذار برگردم. بفرمایید. خب ببین، من از روز 1 بهش زن زدم، فرداشم زن زدم این یار فروشی نمیشه. وقتی یادم از یار فروشی داراحت میشه و خودم خیلی بازی کردم که تو چشاش نگاه میکنید و بهش رأی دادید، من رأی بهش دادم، بازم بود رأی میدم. اعلام وضعیت واسه چی خواستم؟ واسه اینکه مطمئن شم که مافیا بوده. ایشون هم با ایشون اومده بالا، بعد از ایشون اومده ولی نرفته بیرون، پس ایشون هم میتونه مافیایی بازی باشه. و شما شماره 2. من چالش ها میدم به شما. ببین نکن یه چیز دیگه، یک فیلمنامه دیگه هم هستش که یک مافیا اومده بالاش، بعدش یک شهروند آوردند بالا ولی ترسیدن که به ایشون رأی بدن. ببین اون آقا هم رأی نداد، ولی به اون آقا هم آقای مبین هم به آقای ماجد رأی خروج داد ولی به ایشون رأی نداد. این حدس هم میشه گذاشت، ولی آقای علیرضا ایشونی که رأی خروج داده رو شما نمیتونی الان بکنی مافیا. شما باید بین خودت، من، آقای ماجد و آقای مبین دنبال مافیا بگردید. من با این آقا از اولین شب چالشم، هیچ کی در مورد جز من صحبت نمیکنه. آقای فرهاد شما چی شده الان من سفیدت شدم میده برگشتی گفتی؟ یه اصلا ببین شما بابا من نمیدونم چند تا مافیا، دو مشکوکه، 10 8 6 با همه تو میزن، یعنی با همه تون تک بچا. آقای شماره 10، آقای ماجد، من تلاش شما رو تحسین میکنم واقعا، ولی اینکه ما راجع به شما صحبت نمیکنیم چون شما اصلا تمومی، ما دنبال مافیا بعدی داریم میگردیم. شما تلاشت خوبه دوست من. بعدش هم چیزی که میخواستم بگم متاسفانه یادم رفت، امروز کلا همه رأی میدن آقای ماجد میره بالا، اصلا صحبتی اصلا نیاز به فکت و دلیل نداره. شما خدا نگهدار هستی تک تیر اندازم بین این آقا و این آقا نزنه، بازی یواش یواش داریم میریم جلو، اصلا نیازی نیست. بفرمایید. روز از لحظه تک تیر انداز نداریم، دیشب زده رفته بیرون. شما میخوای مطمئن بشی؟ دیروز یکی رو دادی میرون مذاکره شده، با 3 نفر که نمیشه مذاکره کرد، همون شب باید مطمئن میشدی. شما اومدی داخل دفاع یه مافیا رو دادن بیرون، یعنی ارزش شما از این بیشتره. این آقا مافیاست، امروز فقط این آقا. رای گیری میکنیم، رای گیری برای ساجد، بایستید لطفا. فریاد، کیهان، مبین، ماجد، رضا، بایستید لطفا. علی رضا، سورنا. ببینید آقا 100 مافیاست، ای آقا 100 مافیاست، ای آقا 100 مافیاست. ببین من به کسایی چه تارگت میزنم؟ آقای فریاد، آقای کیهان، فقط شما دو پلمات هست. ببین من با همه تون دارم تک رای میدم، من اگه مافیا باشم نیازی نیست من اگریسیو باشم، واضح تر از این میتونم شهر باشم. من چطوره دارین رای دو میدین؟ رای میدین من نمیفهمم واقعا، دوباره دارین منو میارید دفاعیه؟ متشکرم، وقتتون تا
تمام شد. خیلی کلمات انگلیسی رو با سرعت به کار بردی ماجد، نذاشتی من تصحیح کنم. خسته نباشین. اون سری هم باید یه تذکر دادم، پرسیدم که تو شهرتون همه انگلیسی صحبت میکنن. بیست لطفاً ماجد عزیز، رای گیری مجدد برای ماجد. نگو ماجد کلام آخر نمیدادم از رفته بودا دیگرم با خوش سفید اسلام میگیری به احترام کشته این آقا رو صد میدید بیرون، یا آقا هم صد میدید بیرون، ایشون هم همینطور. ببین اگه نمیدونم از بین شما صدا دوتا در میاد، شاید هم اون وران که یا شماره دو که به من رأی نمیده میخواد خوش سفید کنه، من نمیفهمم. ولی خب کیهان فوق العاده بد بازی کرد، ساجد فوق العاده بد بازی کرد، شماره اینو فوق العاده بد بازی کرد، به این وضوح من میام شهرم شما من رأی میدید. ببین فاجعه است بازیتون. ولی خب سلام بگیرید دیگه، چیزی چاره نداریم، ماسک بزنم. بله لطف میکنین ماسکو بزنین و پشت صحنه همراه باشید آقای ماجد. خسته نباشید. خودت هم خندت گرفت نه؟ اینجوری گفتی به جرأت بد بازی کردن بعضی ها. مافیای سادمون میاد مافیای رئیس مافیا رو میفروشه رای چهار، بعد میاد رای یک و دو به من میده، من مذاکره کنندم درسته، خوش نشسته که اون مزنه اتهامم هست یعنی داشتید اوکی، یعنی مورد اتهام هست این هیچ، بعد من فکر کنم اشتباه شیشه باشید که من فکرم شیش زیره پوش میشه، زیره پوش نیست نقش داره دیگه. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شه. ده ثانیه فرصت. گروه مافیا بخوابه. کاراگاه. کارگاه بخوابه. تکتیر انداز بخوابه. پزشک یک حق انتخاب. پزشک بخوابه. خبرنگار خبرنگار بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 10. سورانا خسته نباشی، ماسک تو بزن و پشت صحنه همراه باش. دیگه دو تاشون رو که گرفتیم فکر می‌کنم شماره آخری هم شماره 4 بود دیگه، چون جفوار احساس می‌کنم یارفروشی کرد، حس می‌کنم رئیس مافیا بود شماره 4. چهار کنفرانس ساده خیلی یارفروش بودن جدا. بعد اصلا از روی حرفای شماره 3 تابلو بود که دارن می‌فروشن، شرسش هم در مورده. درخواست اعلام وضعیت رأی میاره. 4 نفر رو از دست دادیم. 2 مافیا 2 شهروند. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش از شماره 4 به اون سمت. بفرمایید. اول شما صحبت. مرسی. ببینید دوستان، امروز فقط جمعمون آقای کیهان ترک میکنه. ببین آقای کیهان تنها کسی بود. ببین با شما تو چالش بود اون آقا داشت میرفت. با شما تو چالش با این دوستمون که الان تیر شب بودش تو چالش بود. آقای کیهان اصلا دربارش حرف نزده بود، بهش رأی خروج داد. فقط آقای کیهان. شما تنها کسی بودید، تنها کس که نه، شما و شما رأی ندادید به آقای شماره 7 مرحله اول که بره بالا. دیروز رأی ندادی، این شماره 1. شماره 2 وقتی بهش رأی دادی که دیگه داره میره بیرون. از نظر من شما مافیای تک رأی میره بیرون امروز.
خب سمت اون آقا چالش هم ولی سمت اون آقا نمیتونی بری. ببین سمت من میتونی بیای که بهش رأی ندم، ولی سمت اون آقا نمیتونی بری. چرا؟ بعد اگر دوست عزیز من مافیا بودم دستم به راحتی هر چه یه ذره بلندتر لطفا دستم به راحتی هر چه تمامتر بالا می آوردم و اون آقا هول مافیایی میشد یا هول شهروندی میشد بیرون میرفت. پس سمت آقای شماره 9 نمیتونی بری، بچرخ دنبال کسای دیگه‌ای که باید تو بازی باشه. چالش رضا بعد من طور اوکی، ما سمت آقای 9 نمیتونیم، سمت شما میای. چطوره عزیز من؟ تو دیشب این همه وقت داشتی فکر بکنی، یه اتهام به یارت میذاری، الان قشنگ داری میگی من به خاطر این به این آقا رأی ندادم که فرداش که امروز بیام بگم که من اگه میدونستم این آقا مافیا بهش رأی میدادم. آقا شما سوختی اصلا، خدا نگهدار. بین این دو نفر یه مافیا قطعا در میاد، ولی امروز آقا بله بله خدا نگهدار، امروز آقا شماره 2 چالش بعد من شما سو چالش به رضا داد. عذر میخوام ببخش. ببین دوست عزیز، یار با غیرت که چه عرض کنم، ترکیبی از کریم باقری و مجتبی محرمی شماره 2 بازی. اصلا کسی هنوز به شما نگفته مافیا، این دو نفر داره با هم میگن مافیا، شما میگی منم اگه مافیا بودم فلان بیسار. ببین دو نفر رأی ندادن دیگه. بفرمایید. ببینید دوستان، رأی ها رو خواهش میکنم پخش نکنید. ببینید شما شهروند، ایشون داشته شما رو میزد، ایشونو میزد، ایشونو من بنده رأی خروج به ایشون ندادم، بنده شهروندم. ایشون رأی در باش اصلا هیچ حرفی نبود، حرف چیزی که بهش رأی خروج داد از ایشون. شما میگی ایشون هم مافیا، بذارید واسه نوبت های بعدی، فقط امروز ایشون بره بیرون. یه جای شهر یه جای کار باید چیز کنید دیگه. شماره 4 آی کیهان، یه جا باید اعتماد کنید دیگه. الان وضعیت خوب، اجازه ببینید دوستان، یه جای کار باید اعتماد کنید. الان وضعیت خوبه دیگه. ببین نگاه کن، نهایتا دو تا مافیا داریم دیگه، درسته؟ شما یه ترن با بنده بازی کنید، یه نوبت با بنده فقط. بفرمایید. ببین بین شما دوتا که قطع یه مافیا نشسته، اما الان ما اگه بدیم یکی از شما رو باشه شهر از آب در بیاد، بعد شب شاد تیر بشینه، بازی جمع میشه اگه مذاکره شده باشه دیگه. نمیدونم، باید فکر کنم بچرم. چالش نمیدم. شما ببین فریاد جان، خیلی داری مظلوم نمایی در میاری، این منو میترسونه. به ایشون هم رأی نه دوست عزیز، اگر به هر دوتا یارش آیه شماره 4 رأی داده، من اینجا به عنوان مافیا بازی میکنم. دوتا یارش فروخت، ایشونو ولش. بنده میترسم از اینکه مذاکرهشون نشسته باشه. ببین ایشون مشکوک، فریاد مشکوک. ببین دیسلایک چیز عدم تاییدو به کاری تایید ده. آقای فریاد مشکوک، دوست عزیزم مشکوک. امروز آقای فریادی که مظلوم نمایی میکنه از بازی میرن. رأی گیری میکنیم. رأی گیری برای ساجد، فریاد، کیهان، مبین، رضا، علی رضا. ببینید دوستان، امروز دستتون رو برای من بندازیم، به خاطر اینکه من یه مقدار بلندتر من برم بیرون یک نفر رو بکشن، اگر دوتا مافیا باشن بازی تموم میشه. ببین بنده اگر مافیا باشم حداقل باید یک یار داشته باشم. خب اون آقا شهروند شما هست یا نیست؟ با عدم تایید یا تایید جواب منو بدین. خب ما دو نفریم، یک شهروند دارم، یک یارمو دارم، باید هدفم بیاد بالا، ولی هدفم بالا نمیاد. در نتیجه من شهروند میشم که تک رأی دارم میدم. لطفا دستاتون رو بندازین، اگر دستاتون رو نندازین شب یک شلیک میکنم و بازی تموم میشه. بیستید لطفا آقای فریاد. رأی گیری مجدد برای فریاد. فریاد کلام آخر. آقای علیرضا به نظر من شهره. آقای مبین رأی ندادم، ولی نمیدونم نظری در موردشون بدم. آقا در مورد من رأی نداد، اون آقا هم قانع نمیشد. ممنون. متشکرم. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. والا این یار فروشی ذهن آدمو به هم می‌ریزه. شماره 4 هم به نفر اول هم به نفر دوم رأی خروج داد. اصلا خیلی باور نکردنی بود. چون رأی خروج داشت برای من شهروند می‌شد. استلام دو نفری که رأی خروج ندادن رو گرفتم، خیلی چیز طبیعیه، ولی جفتشون فهمیدم که شهروندن. بالا من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدارشن.
گروه مافیا بخوابن. کارگاه. بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک. یک حق انتخاب. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. بالا من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 8. رضا خسته نباشی، ماسک رو بزن و پشت صحنه همراه باش. این من و شماره 1 ساجد شماره 10 پیدا کردیم همون. این شب آخر فکر میکنم فریاد شهر بود، ولی منطقه خوب بازی نکرد با ما، اشکالی هم نداره دیگه. فکر میکنم یه بار فروشی را تفته بین چهار و کنار من یکی نشسته، حالا یا کناریم خبرنگار بوده نمیدونم، احتمالا چهار مافیا باشه. حالا ببینیم چی میشه. چهار مافیا بود. دوستان بازی رو خیلی طولش ندیم به نظرم. من به شما اعتماد دارم، به شما هم اعتماد دارم. همه رأی میدیم آقای کیهان که یار فروشی کردن کار زشتی هم بود، ایشون از بازی میره بیرون و بازی تموم میشه. بفرمایید. من به هر دوتایی که از نظر شما مافیا بودن از نظر من مافیا بودن رأی دادن. از روز یک تارگت زدم، از این بیشتر بلد نیستم برای شهرم بازی کنم. شما چی کار کردی؟ شما به کسایی که باید رأی میدادی رأی ندادی، رأی دادی به کسی که از نظر من شهروند بود رفت بیرون بازی. آقای شماره 2 ببین چالش برای شما بعد هست. چالش برای شما استخواهیم. مگه نگفتی فریاد تو شهروندی کیهان مافیاد؟ چرا یهو رأی قتل دادی اونجوری؟ خب اگر شهری چرا اینجوری میکنید؟ مگه نگفتی کیهان؟ بعد چرا رأی 2 دادی یهو؟ ببین نمیشه اینجوری که بنده به شما به عنوان مافیا رأی میدم. البته امروز رأی ندین دوستان، امروز رأی ندیم خطریه، شب بشه فرداری که اون دست بچرخ. شما صحبت ببین دوستان، این دوستمون کل اکت بدن، لبخند، حالت مو، کلن شهروندیه. من بهشون اعتماد 100 دارم، ولی میتونیم امروز صبر کنیم که آقای کیهان یکی رو موش، یکی از ما رو تیر بزنه، فردا دست بدیم. ولی نظر من روی ایشونه. حالا شما خیلی نمیخواد کنجکاو کنی رو، ذهنتون رو مریض نکنید، خواهش میکنم ازتون. ببین ما دو رأی داریم، با دو رأی هم ایشون میره بیرون، ولی شما میخواهید بگید من اب ندارم، من فدای این شهر میشم، من از این بازی میرم بیرون، ولی خواهش میکنم با اون آقا رأی دست ندید. شما شهروند، شما هم شهر، اصلا به اون آقا اعتماد نکنید. ببینید نگاه کن، این بازی اصلا بازی نبود که مثلا داخلش چیز خاصی باشه، ولی این فکت واقعا واسه این آقا صدق، این دلیل واسه این آقا صدق میکنه که این آقا درباره اون آقای شماره 3 اصلا صحبت نکرده بود بهش رأی خروج داد. خواهش میکنم اینو متوجه شید. ببین ذهن مریضتون رو قشنگ راحت میتونی بذاری که، ولی من بازم میگم ما دوتا میتونیم بندازیم بیرون، ولی میخوای جواب بزنن. رأی گیری میکنیم. رأی گیری برای ساجد. کیهان. مبین. بیسید لطفا. علی رضا. بفهمید بشینید. موبین خیلی اذیت میکنه. راست میگی دیگه. آره من موبین رو زدم. موبین خیلی اذیت میکنه. من موبین رو زدم. بسیار خوب. رأی تأخیری ندین دوستان. خوب. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک. یک حق انتخاب.
پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. عجب داستانیه. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 6 بفرمایید. ببین دوست عزیز، من میرم سراغ روز 2. ببین شما لپ ایشونی که مافیا بود و کشیدی، بعد گفتی مبین و فریاد شما دوتا میتونید مافیا باشید. ببین بعد روز قبلی میگفتی فریاد تو شهروندی، بعد اینجوری رأی قتل دادی. ببین بنده بازی رو مرور میکنم. ببین شما برای بنده فعلا مافیایی. بفهم. شما صحبت کن بعد من. آقا لطفاً شما به روز 2 نرو. امروز باش. شما 2 روز داری میری روز 2. ول کن دوست من. من میگم این آقا احتمال زیاد مافیاست. ولی تو شما چه جوری تیر میزنی که هر بار سیو میخوره؟ آقا یک خورده دقت بکن دوست من. ما میخوایم بازی رو یه خورده زودتر جمعش بکنیم. شما فعلا کاری نداشته باش. این آقا شهر من اصلا خیلی مشخصه. ولی میخوام بین 3 تا بره بازی، یه خورده بازی جذاب‌تر بشه. ببینید دوستان دقت کنید، این آقا الان ترن قبل چجوری منو محکوم میکرد، نوبت قبل منو چجوری محکوم میکرد. میگفت تو به فریاد رأی دادی، ایشون هم رأی داد. چرا به اینان گیر ندادش؟ فقط به من گفتش. خواهش میکنم، اب نداره، مشکلی نیستش. من میگم فدای شهر میشم، مشکلی ندارم با این قضیه. فقط اون آقا دست ندید جفتتون اگه موندید. هر کدوم که منو که به عنوان گره میخواد نگر داره توی بازی، متوجه؟ اگر منم بودم خواهش میکنم با اون آقا دست ندید. چرا نمیخواید متوجه بشید؟ چالش دوستان شما بعد از من صحبت کن. این یه چیز دیگه هم که هست اینه که آقای شماره 2 بود، آره اشتباه نکنم، آقای شماره 2 که حالا خود ایشون میگه شهر بوده، من ایشونو بیرون کردم، شما باز گیر به آقای علیرضا دادید. نه اصلا واسه من توجیه پذیر نیست. ولی نظر منه، من امروزم اینه که باز رأی ندین ببینیم چی میشه. بفرم. ببین آقای ساجد، من خواهش میکنم از شما بیاید این بازی رو تموم کنیم. خواهش میکنم. ببینید نگاه کنید، شهروند صد من شمایید، متوجهید؟ من و شما خیلی راحت با 2 رأی میتونیم ایشونو بندازیم بیرون. ببینید نگاه کن، ایشون که کشته شبه و شما این آقای فریاد رو. خب ببین پسر خوب، شما رأی 1 دادی به آقای فریاد، ولی رأی 2 دادی. این یه دونه تناقض. من میگی به تارگت نزدم به مافیا، از روز 1 من به هر 2 تا مافیا تارگت زدم. این 2 تا اتهام زدم. شما به مافیایی که داشت میرفت بیرون رأی باز ندادی که رأی بود که تعیین کننده میتونست باشه، باز رأی ندادی. این 3 تا دلیل. هر روزی که بخوای بررسی کنی دلیل های بیشتریه که شما مافیایی بازی. خب معلومه بعدش شاد نمیکنی، ولی گره بازی ام تیر نمیزنی. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای ساجد. تو خدا رأی بدی. کیهان، مبین، علیرضا. ببین من شهروند بازیم، برم بیرون خیلی ساده است. شات میزنه بازی رو میبره. من نمیدونم یکی رو میکشه بازی رو میبره. من نمیدونم چه جوری داری بازی میکنی. واضح رأی نداد. دیگه از این واضح تر باید چی کار میکرد؟ بیستید لطفاً آقای کیهان. رأی گیری مجدد برای کیهان. جوری که باید بازی میکردم بازی کرد. عالی بودی، عالی بودی. شهر ما پیروز شد. ماشاءالله. دوستان آقا ماسک تو بزنید. ماسک تو. بازی که واسه شهروند عالی بود، واسه مافیا افتضاح. آقا اشتباه کرد، یعنی از جوری من از بیخ زدی ها نمیشه جنگ شد. نه اشتباه کرد دیگه، یارتو دیگه نمید روز اول چیز کنی. نه خب روز اول که روز اول رای 1 و 2، خب 2 رو نده. روز اوله 2 رو چرا یارتو میدی؟ اونم رئیس مافیا که تکیر انداز به زنش نمیده بیرون، استعلامش هم منفیه. درست. ولی عجیبه برام چرا کیهان بدون اینکه راجع به یارش حرف بزنه رأی 4 رو داد. ببین به نظر من مافیا یا تیم شهروندی، حالا ما یه سری همو پیدا کردیم،
این اتحاده که تو زندگی هم میتونه کمکمون کنه. ببین یه خانواده باید با هم دیگه بازی کنه، یه سری رفیق باید با هم دیگه باشه. اینکه سری پشتشو خالی میکنی خب به نظر من بد، ولی بازی بسیار عالی بود. به شما خسته نباشید، میگم ممنونم ازت. من نمیدونم چه لزومی داره یکی مافیا ساده باید رأی یک رأی دو به رئیس مافیا بده، رأی خروج به مذاکره کنندش باید بده، روز اول و دوم به غیر از یارهای خودش اتهامی به شهروندها نزد و این هم نه تنها باعث برد تیم خودش نشد بلکه بازی یک سری از شهروندها رو به نظر من این کار خراب کرد. تکتیراندازی که شب یک شلیک کنه 80% اوقات 90% اوقات همین اتفاق براش رخ میده، حتی اگه خیلی آگاه باشه. باید گفت که اگر شماره 3 به اون یارفروشی اشاره نمیکرد توی وصیتش شاید شماره 4 سفید نمون، ولی به هر حال بردن به این شکل یه ذره عجیب بود. این نکته خیلی مهمه، شاید توی نگاه ساده یک مسابقه شهروند و مافیا یک بازی و سرگرمی باشه، ولی زیر اون لایه‌های پنهانی وجود داره که بازیکن شماره 4 به قیمت اینکه بیشتر توی بازی بمونه پاش رو روی اعضای همتیمیش گذاشت که بیاد بالاتر. ما تو مافیا تمرین فردیت زدایی و اجتماعی شدن رو میکنیم. چجوری؟ وقتی که بچه ها میان نقش هاشون رو توی بازی بر میدارن، اینها نقش هایی که شاید تو زندگی واقعی با ترس سراغشون برن یا اصلا نتونن هیچ کدوم این مسئولیت ها رو بپذیرن. ما اینجا میایم بچه ها رو این نقش ها رو بهشون میدیم که این اجتماعی شدن و این فردیت زدایی رو به عینه ببینن و متوجه بشن که چه طعم و لذت شیرینی داره با جمع بودن. اجتماعی شدن شخصیت آدم ها رو میسازه. ما از توی اجتماع میتونیم به موفقیت های فردی دست پیدا بکنیم. اتفاقی که توی گروه شهروندی افتاد و اجتماع خوبی رو با همدیگه تشکیل دادن و منجر شد به پیروزیشون. یه مثالی داریم، میگن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. ما اینجا یاد میگیریم هر جماعتی هم نباید باش همرنگ بشیم، هر رنگی هم رنگ ما میتونه نباشه. در اصطلاح این حس خوب که توی مافیا به دست میاد به واسطه اجتماع تشکیل شدهش هست. اعتماد حسیه که مرتب باید مورد بازبینی قرار بگیره. کسی که در مسیری با ما همراه شد لزوماً دوست ما نیست. فراموش نکنید که خطرناکترین دشمنها اونایی هستن که با نقاب دوستی به ما نزدیک میشن. بدرود. اینجا با ماسکیم، از اینجا به بعد متاسفانه به خاطر شرایط صدا و اجرا و وجود میکروفون و بیسیم من مجبورم که ماسک رو بسپرم دست دوستان ارادت. شما ولی سعی کنید که همیشه از ماسک توی روزهای کرونا استفاده کنید، پروتکل رو جدی بگیرید، انشالله با امید خدا زودتر شر این ویروس منحوس از سر هممون کم شه.